تانگو دو نفر لازم است، ولی در جشنواره بین المللی تانگو در لیسبون هزاران نفر علاقمند رقص به هم ملحق شده بودند. در این سالن دوستداران رقص یک آموزش ویژه می گیرند. رقصندگانی که در اینجا طرز تانگو رقصیدن را نشان می دهند، رقصندگان حرفه‌ای آرژانتینی روکسانا سوارز و سباستیان اچاوال برنده جایزه قهرمانی تانگوی جهان در سال 2005 هستند از شرکت تانگوی تانگو ماس. آنها پیش از آن که جلوی هزاران تماشاگر برقصند، نمونه ای از رقصشان را جلوی گروه دستچینی از آنها به نمایش گذاشتند. بعد از اینکه نمایش رقص آنها پایان یافت، وقت آن شد که رقصندگان آماتور قدم به میدان رقص بگذارند. نصیحتی که سوارز به رقصندگان می‌کند این است: از همه چیز مهمتر با هم ارتباط برقرار کردنه. باید فراموش کنید که دورتون چی میگذره. مهم نیست که دو نفر تماشاتون میکنن یا صد نفر یا هزار نفر. باید اونو از ذهنمون بیرون کنیم. با این حال هنوز نگران هستیم. کنترلش سخته، ولی باید کنترل دستت باشه. و اون حسی که بهتون دست میده بدون توصیفه. تو بدنتون آدرنالین ترشح میشه و وقتی میرقصید این خیلی مهمه. سوارز و اچاوال 8 سال است که با هم در سطح حرفه‌ای می‌رقصند و خیلی وقت و کار می‌برد تا به حد آنها رسید. ولی این رقصندگان آماتور خجول نیستند که به میدان رقص بیایند و یکی از رمانتیک‌ترین و شهوت‌انگیزترین رقص‌های آمریکای لاتین را اجرا کنند. رقص تانگو در قرن 19 میلادی در منطقه ریو دو لا پلاتا بین اوروگوئه و آرژانتین آغاز شد و در سال 2009 به فهرست میراث فرهنگی یونسکو برای کشورهای اوروگوئه و آرژانتین درآمد. تانگو گونه‌های مختلف دارد، ولی در نوع کلاسیک آن زوج رقصنده همدیگر را تنگ و سینه به سینه در بر می‌گیرند. سباستیان اچاوال میگوید به خاطر همین مهم است که با شریک رقصتان رابطه خوبی داشته باشید و با هم راه بیایید. Es así, es como tener una relación con una pareja. مثل یه رابطه است. مثل یه رابطه در زندگی واقعیه. در اولش همه چیز خوب و ایداله، ولی بعدها ممکنه مسائلی پیش بیاد که باید بتونین اونا رو حل کنید. و وقتی شریک رقص داری کلی باش وقت میگذرونید. به خاطر همین علاوه بر موقع رقص و یا تمرین باید یاد بگیری که در موارد و لحظات دیگه هم با هم کنار بیاید. در پایان یک روز طولانی سوارز و اچاوال لباس‌های پرزرق و برقشان را به تن کردند و در برابر بازدید کنندگان مهارت‌هایشان را به نمایش گذاشتند. جشنواره بین المللی تانگو از 3 تا 7 ماه ژوئن در شهر لیسبون برگزار شد. نازنین پایدار، صدای آمریکا.